سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. از آغاز بررسی خانه به خانه تا خستگی باشندگان کندوز از ادامه جنگ کوچه به کوچه، 13 طالب از خانه های داخل شهر بازداشت شدند. ما فعلا به تلاشی خانه شروع کردیم، فعلا در ریاست شهرسازی قرار داریم. از اینجا تلاشی رو شروع کردیم که به طرف پایین حرکت کنیم. دشمن رو به فرار است، دیگر نمیتونم رای ما مقاومت کنم. متهم ساختن کشورهای بیرونی در برنامه ریزی سقوط شهر کندوز. سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که در جنگ کندوز شمار از شهروندان وسیله دست بیگانگان شدند. این تجاوز از بیرون صورت میگیره، این سلاح و تجهیزاتی که بین و جنگ و علیه افغانستان در میتن با وسیله دیگاز، متاسفانه افغانهای خود ما را وسیله قرار دادن. آغاز کمپاین ترویج استفاده از خریطه های تکه‌ای به جای خریطه های پلاستیکی. کارزاران این برنامه میگویند که استفاده از خریطه های پلاستیکی بیماری هایی را به بار می آورد. یک از موزل هایی که در بخش زباله بسیار آسیب می زنه محیط زیست بخش پلاستیک است و استفاده از خریطه های پلاستیکی. و درگیری در پارلمان ایالتی کشمیر به خاطر ضیافت گوشت گاو. من فواد امان هستم. بامداد امروز عملیات خانه به خانه از سوی نیروهای دولتی در شهر کندوز آغاز شد. شریف امیری خبرنگار طلوع نیوز که در این عملیات نیروهای امنیتی را همراهی میکند میگوید که تا اکنون چندین روستا و خانه از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شدند. در همین حال فرمانده پلیس کندوز میگوید که تا اکنون 13 جنگجوی طالب در عملیات خانه به خانه گرفتار شدند. اکنون یکی از مهمترین ماموریت های این نیروها آغاز شده است. آغاز بازرسی خانه به خانه در کوچه و پس کوچه شهر کندوز. اینجا ریاست شهرسازی ولایت کندوز است، جایی که یک گروه 30 نفری از مخالفان مسلح دولت در اینجا جابجا شده بودند و در جریان درگیری هایشان حتی از نیروهای دولتی کشته و زخمی هم گرفتند. ما فعلا به تلاشی خانه شروع کردیم، فعلا در ریاست شهرسازی قرار داریم. از اینجا تلاشی رو شروع کردیم که به طرف پایین حرکت کنیم. دشمن رو به فرار است، دیگر نمیتونم رای ما مقاومت کنه. تا یه از 80% 90% پاک شده است. بس خانه مشکوک و قطعات ما تلاشی داره. در کجا هستن مخالف ها در میشه؟ مخالفین دیگر در قسمت اوزه دو حضور دارن، دیگر در نقاطی که دور از شهر از دازوج هم حضور دارن. در داخل کوچه ها و پس کوچه ها هیچ کس گشت و گذار نداره و در چهار طرف تنها نظامیان را می توان دید و مردم در حالت بسیار بد قرار دارد. همه سو وحشت زده است و همه سو در این شهر چهره جنگی به خود گرفته است و غیر نظامیان در واقع یکی از آسیب پذیرترین مردم ها در این جنگ ها بوده و اکنون به خانواده یکی از قربانیان رویدادها می آییم که نمیتونن از خانه هایشان بیرو برن و تنها زندگی در چارچوب همین دیوارها است. وضعیت چگونه است؟ شما چقدر روز میشه که از خانه تان نپر آمدین؟ نو دارین ندارین؟ وضعیت دیگه نمیده. از اون روز جنگ تا به میاد وضعیت از هراک تاست میاده. میخواد در دیوار خانه بدر برمی کرده چکرده. نان پیدا نمیشه و پیدا نمیشه، دکان ها بسته. دولت ما بسیار فرایشانی ها را دیده، بسیار تشنگی و گشنگی ها را نمیشه دیده. برادر نمی را رخصت کردیم، خود ما نمیشه موندیم. مخالفان مسلح دولت از این ساختمان هم حتی دیشب بر نیروهای دولتی تیراندازی کردن و تمامی راههایی که وصل میشه به این ساختمان از طرف نیروهای دولتی انسداد شده است و تلاش میکنن تا بیشتر جاهایی را که طالبان در او بخشا جا بجا بودن از وجود اونا پاکسازی کنه و هم یکنون تنها در حوزه چهارم شهر کندوز بجز از ابراهیم خیل و شفتالو باغ بیشتر بخشا از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده و یکی از خواستای اصلی مردم عمومی است که طالبان را این گونه از کوچه ها و پس کوچه ها بیرو بکشند تا مردم یک بار دیگر به زندگی عادیشان ادامه بدن. شریف امیری، طلوع نیوز، شهر کندوز. جنرال باز محمد جوهری، معاون تعلیمات و پرسنل وزارت دفاع ملی اینجا با من است. خیلی خوش آمدین آقای جنرال جوهری. خواست اساسی شهروندان کندوز پایان عملیات سرکوبسازی طالبان در داخل شهر است. این عملیات چرا زمان گیر شده و چی زمان
به گونه کاملش شهر کندز از وجود طالبان پاکسازی بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و همه بینندگان عزیز، در قدم نخست درست می‌رسیم به همه شهدا، شهدای اخیر قوای امنیتی و دفاعی و قربانیان هموطنان مظلوم ما. طبعا در قندوز ما قوای امنیتی افغانستان در یک نبرد تمام عیاره که تمام گروه های تروریستی و طالبان دست به دست هم دادن و در یک عملیاتی از قبل پلان شده و تحریز شده با حمایت باداران خارجیشان عملیات وسیع را انجام دادن. پلان شوم از اونا بود که نه تنها قندوز، شاید بسیار از ساحات تصرف کنند، اما به حول و قوه پروردگار و فداکاری و جانبازی و قهرمانی نیروهای دلیر قوای دفاعی و امنیتی کشور پلان از اونها خونسا شد. شهر قندوز گرچند درست است که متاسفانه در قدم نخست تصرف شدن توسط دشمن، اما بسیار به اسرع وقت پس گرفته شد. امروز تصفیه در شهر قندوز جریان دارد. تمام جاهای نقاطی که دشمن گیر مانده بودند در بعضی خانه ها مردم ملکی را و خانه های مردم و تأسیسات عام المنفعه را سپر خود قرار داده بودند، اینها از اینها تصفیه شد. فعلا شما همونطور که خبرنگار شما امروز سفر کردند و در جریان اوضاع داخلی قندوز قرار گرفتند، اوضاع قندوز خوب شده و تمام نقاط شهر تصفیه شده و مردم قسمت زیادشان به خانه‌های خود برگشته، ادارات دولتی مکمل فعال شده و قوای امنیت. اما هنوز هم تهدیدهای بسیار جدی در داخل شهر دیده میشه و حتی طالبان در برخی از خانه‌ها در قلب شهر قندوز حضور دارن و گاه گاه به تیراندازی برای نظامیان و غیر نظامیان میپردازن. آخرین اطلاع و گزارش دقیق که ما همین شام از فرماندهی عملیات ولایت قندوز گرفتیم، شهر مکمل تصفیه شده. فعلا هیچ مشکلی در درون شهر باقی نمانده، منطقه اطراف شهر قندوز موجودیت خب برنامه طالبا. بعدی نیروهای امنیتی در داخل ولایت قندوز چی است؟ چی میخواین پس از این؟ تأمین امنیت کامل، بازگشتاندن کامل شهروندان قندوز، فعال شدن مکمل دار تأسیسات راه اندازی عملیات سراسری دقیقاً در ولایت دقیقاً قندوز است؟ عملیات همونطوری که قبلا از طرف سرقومندان علای قوای مسلح دستور داده شده عملیات ادامه پیدا میکنه و تا تصفیه کامل و نهایی شهر قندوز انشاءالله ادامه پیدا شما میکنه. از باداران خارجی طالبان یاد کردین در سقوط شهر قندوز، این خارجی ها کیا هستند؟ تمام کسایی که میخواین افغانستان آرام نباشه و عمق استراتژیشان نارامی افغانستان است، حتی سقوط نظام سیاسی افغانستان است. بیشتر در چنین عملیات های پاکستان متهم میشه، آیا در سقوط شهر قندوز هم پاکستان مستقیم دست داشت؟ تمام حلقه های خارجی بدون شک پاکستان و تمام حلقه هایی که از گروه های تروریستی حمایت میکنند در این قضیه دست داشتن، حضور داشتن. امروز تمام چند تا طالب افغانستانی نیست که در اینجا جنگ میکنند، بلکه بودن موجودیت تروریست های بین المللی از گوشه و اکناف دنیا در اینجا وجود دارن، مخصوصا در جنگ قندوز بسیار فعال اینا حضور داشتن و آمده بودن جنگ. یک مشکل دیگر همیشه از او انتقاد میشه در وزارت دفاع ملی و دیگر نهادهای امنیتی، نرسیدن به مواقع نیروهای کمکی در محل درگیری است. زمان طالبان به یک روستا و یک شهر حمله میکنند، از وزارت دفاع ملی و یا هم وزارت داخله نیروی کمکی خواسته میشه، نیروها به موقع فرستاده نمیشه. هر گاه یک منطقه، یک شهر، یک روستا به دست طالبان سقوط کرد، پس از آن شما به خاطر دفع حمله طالبان نیرو میفرستین، بیشتر واکنشی برخورد میکنین شما به گفته امو نماینده های مجلس، چرا این گونه است؟ من خدمتتون عرض میکنم که این مسئله دو دلیل داره. اول خب تمام افغانستان، تمام اکثر ساحات افغانستان درگیر جنگ است. تمام نیروهای امنیتی و دفاعی ما که در سراسر افغانستان در هر ولایتی در هر کجایی که بیز دارن، قرارگاه دارن، مصروف دفاع و ساحه هستن. مردم افغانستان همه باید بدانند که امروز ما وارد درگیر یک جنگ تمام عیار با تروریست‌ها و دشمنان افغانستان هستیم و به اون لحاظ هر نیروی طبقا استقامت خود وجود دارن، نیروهایی هستن که باید از ولایت و منطقه دفاع کنن. اما مسئله شما ببینید که صعب العبور بودن راه ها، دور بودن راه های مواصلاتی و مشکلات اراضی که افغانستان داره و وضعیت جغرافیایی طبعا یک مانع را ایجاد میکنه برای از اینکه نیروها دیرتر برسه، با توجه به اینکه طبعا ما هنوز هم به حساب از نظر امکانات انتقال هوایی به حد درجه ای که قابلیت اساسی باید رسیده باشیم نرسیدیم. با همه امکانات موجودی که داریم از نظر ما خیلی از جاها قوت ها بسیار به سر زمان رسیدن
و فعالیت و واکنشی هم که داشتن، خود طبعا چون دشمن همیشه مثل خفاش عمل میکنن، از سوراخ ها بیرون میشن، ناگهان از یک منطقه که خالی میبینن از پرسنل امنیتی اینا وارد جنگ. آقای جوهری، پس از سقوط شهر قندوز مردم در سراسر افغانستان نگران هستند که حادثه قندوز در شهرهای دیگر تکرار نشه. شما برای مردم افغانستان به حیث معاون وزارت دفاع ملی چی تضمین جدی میتین یا اطمینان میتین همچون رویداد دیگر در افغانستان و دیگر ولایت‌ها و شهرها تکرار نمیشه؟ خب آینده را خداوند میدونه، اما چیزی که ما به اطمینان گفته میتونیم است که همون طوری که نیروهای دفاعی و امنیتی و فرزندان قهرمان و دلیر مرز و بوم با فدا فکاری و شهادت بزرگ و قابل تمجید در شهر قندوز در تمام افغانستان حملات طالبان را دفع کردند، امروز وضعیت اپراتیوی را تا دو روز اخیر به نفع اردوی افغانستان و به نفع دولت افغانستان رقم زدند. ما به اطمینان داریم که فداکاری های نیروهای امنیتی ما انشاءالله که میتونه در برابر دشمن یک ابزار قوی باشه. با انشاءالله اطمینان داریم که جوانان فداکار ما در برابر تهدیدات و در برابر حملات جدی هستند، با قاطعیت برخورد میکنن، اراده و عزم جدی وجود داره. اما این که مشکل از گاهی ممکن است از بعضی جاها مشکلات پیش بیاید، این دیگه چی است که به مروزش باید انشاءالله رسیدگی شود. جنرال باز محمد جوهری، معاون تعلیمات و پرسنل وزارت دفاع ملی، تشکر از حضورت. ادامه خبرها. رئیس جمهور غنی برای بررسی وضعیت ولایت قندوز هیئت حقیقت‌یاب را توظیف کرده است. دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری در خبرنامه می‌نگارد که رئیس جمهور غنی امروز در دیدار با بزرگان ولایت قندوز هیئت را به هدف بررسی وضعیت قندوز گماشته است. امرالله صالح، رئیس پیشین عمومی امنیت ملی، غلام فاروق وردک، وزیر پیشین معارف، فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی و عبدالله محمدی شامل این هیئت هستند. بر بنیاد خبرنامه، چگونگی آوردن اصلاحات در این ولایت بر اساس گزارش این هیئت صورت خواهد گرفت. در این گزارش، رئیس مجلس نمایندگان از رئیس جمهور خواسته است تا عملیات نیروهای امنیتی افزون بر شهر قندوز در سراسر آن ولایت انجام شود. اکنون همکارم شریف امیری از ولایت قندوز با ماست. شریف، سلام بر شما، شبتان بخیر، خسته نباشین. عملیات خانه به خانه نیروهای امنیتی در داخل شهر چی نتیجه تا حالا داشته؟ با سلام، امروز برای نخستین بار عملیات خانه به خانه به خاطر پاکسازی شهر از وجود مخالفان مسلح دولت آغاز شد و فرمانده پلیس میگه که از آغاز این گونه عملیات ها تا اکنون و یا شاید هم از آغاز درگیری ها تا اکنون کم از کم 13 تن را از خانه ها بیرون کشیدن و کسانی که متهم در همکاری با طالبان بودند. بله، فعلا وضعیت در داخل شهر چگونه است؟ آیا نیروهای امنیتی در جریان شب هم در داخل شهر حاکم هستند، حضور دارند؟ نیروهای دولتی در شبانگام در جریان عملیاتهایشان با توجه به اینکه دید شبین دارن بیشتر دست بالا دارن، اما انتقادها میشه که گاه گاهی در انگام شب مخالفان مسلح دولت بر شهر میریزن و حتی خودشان را به چهارراه و یا به چوک شهر میرسانن و گاه گاهی حتی پرچم افغانستان هم به گونه موقتی پایین میکنن. اما در کل در داخل شهر نیروهای دولتی تسلط دارند، با توجه به اینکه هنوز هم طالبان در کوچه ها، پس کوچه ها و در خانه ها هنوز هم جابجا هستند و هر آن با نیروهای دولتی درگیر می شوند. وضعیت امروزی شهر قندوز را با یک روز و دو روز پیش چگونه مقایسه می کنین؟ امروز و دیروز شهر قندوز اندک آرامتر بود، اما جنگ هنوز هم وجود داره، به ویژه در حوزه دوم کلگاو، سدرک و در بخشهایی از حوزه اول و در بندر کابل، بندر خان‌آباد. اینا بخشهایی هستند که طالبان به گونه گسترده حضور دارند و نیروهای دولتی تا هنوز هم پیروز نشدن تا او بخشا را از وجود مخالفان مسلح دولت به گونه کامل پاکسازی نمایند. خیلی سپاس شریف امیری، خبرنگار تورو نیوز در ولایت قندوز. ادامه خبرها را هم پس از وقفه کوتاه دنبال میکنیم.
آوازی که بوده آوازیشن. ادامه خبرها. سرپرست وزارت دفاع ملی جنگ ولایت کندز را سازماندهی شده در بیرون کشور می داند. اما می گوید که در این جنگ شمار از شهروندان نیز وسیله شدند و جنگ بیگانگان را به پیش می برند. این مقام امنیتی کارنامه نیروهای امنیتی را ستایش می کند و می گوید که پیروزی به پشت کار این نیروها وابسته است. سرپرست وزارت دفاع ملی روز پنجشنبه به ولایت کندز رفت و نیروهای ارتش را در این ولایت از نزدیک دید. این مقام امنیتی میگوید که جنگ کندز از بیرون کشور رهبری می شود، اما افغان ها در اینجا استفاده سو می شوند. کلتان در جریان جنگ ها دیدن که این تجاوز از بیرون صورت میگیره، این سلاح و تجهیزاتی که من و جنگ به علیه افغانستان در میتن با وسیله دیگاز متاسفانه افغان های خود ما را وسیله قرار دادن، از افغانهای خود ما سوء استفاده صورت گرفته. مصوم استانگزی جنگ کندز را بسیار مهم میداند و به نیروهای امنیتی میگوید که کار این نیروها آزادی افغانستان را ضمانت میکند. قهرمانی شما، کار شما در این وطن یک تغییر اساسی را میارند، کمر دشمن را میشکنانند و افغانستان واقعا آزادی و استقلال و تمامیت عزیزی را ضمانت میکند. جنگ کندز بزرگترین آزمون برای دولت افغانستان شمرده می شود. طالبان در هفته پیش توانستند شهر کندز را که از شهرهای مرزی و رابردی گفته شده است به تصرفشان درآورند و تا اکنون نیز بخشهایی از این شهر را زیر تصرف دارند. نظامیان کشور طالبان را متهم می سازند که با گرفتن اداره خوابگاه دختران دانشگاه کندز شمار از دختران این خوابگاه تجاوز کردند. فرماندهان ارتش پرده بر می دارند که در بخش‌های دیگر از کندز هم طالبان پس از داخل شدن به شهر بر دختران و زنان تجاوز کردند. ولی یاریان که به خوابگاه دانشگاه کندز رفته است می گوید که طالبان تمامی تجهیزات و اسباب این خوابگاه را برهم زدند، اما طالبان این گزارش را رد می کنند. اینجا خوابگاه دختران و یا لیلی دخترانه دانشگاه کندز است. طالبان با ورودشان به اینجا همه چیز را برهم زدند. حتی ادلات استخباراتی نشان می دهد که طالبان بر چند دختری که در اینجا مانده بودند تجاوز جنسی نیز کردند. دیگر همه چیز در اینجا دگرگون شده است. چند دختری مانده بوده، اهالی مرگی را من خودم مسئولیم اینجا هستم. همراهشان گفت دادم و گفتن که امتوار کار شده. در خوابگاه پارتون کندوز تون ایدی سعید قربان و تمام محصلین ما برخصتی رفته بودن. در ایام عید هیچ محصلی در لیده وجود نداشت و زمانی که جنگ در ولایت کندوز شروع شد هیچ محصل در لیله نسوان ولایت کندوز وجود نداشت و این شایعه که پخش را کاملا من رد میکنم و این خبر غلط هست و محصلین ما همه در خانه هایشان بودند و در لیله نسوان پانتون کندوز هیچ کس بر محصلین طبقه نسوان وجود نداشت. هیچ چیزی در اینجا از چنگ طالبان در امان نماندند. از قرآن کریم تا کتاب های درسی و همه چیزی که مربوط به دختران می شود، بیشتر هم از قتل برخی از دختران در اینجا گزارش شده بود. ارگان های امنیتی و کشفی که برای ما راپورت دادن همین چیزی هست، لیکن ما کدام جسد و کدام آثار از اون ندیدیم که در اینجا باشند. روزگاری که اینجا دانشجویان امروز و آینده سازان فردا را در خودش جا داده بود، حالا به یک چهره نظامی مبدل شده است. خط نبرد هم اندک دورتر از اینجاست و طالبان هم هرچنگاه در نبرد شدید با نیروهای مسلح افغانستان در اینجا میمانند. به باور نظامیان کشور هر آن چیزی که از دست طالبان بیاید دریغ نخواهند کرد. و تأسف بگیم که طالبان که در جامعه از نام اسلام اعمال انجام می‌ده که برخلاف اسلام. جنگ کندوز پهلوهای دیگری نیز به خودش گرفته است، اما آنچه که برای این نیروها مهم است بازپسگیری بخشایی که در دست طالبان است و تامین امنیت این ولایت، چیزی که باشندگانش در آرامش خاطر زندگی کنند. عبدالولی آریان، تولونیوس، کندوز.
از یک حمله هراس افغانانه به شهر کابل جلوگیری شد. ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه میگوید که دو تن از هراس افغانان وابسته به شبکه حقانی که قصد انجام حمله انتحاری بالای وزارت دفاع ملی را داشتند بازداشت شدند. این افراد در بررسی های نخستین به جرم خود اعتراف کردند. تا لحظات دیگر اعضای ناتو در تلاش ادامه حضور نظامیشان در افغانستان. ادامه خبرها. شما را از فعالان جامعه مدنی با شعار سپاس پلاستیک نمی خواهم کمپاین توزیع خریطه های تکایی را در نانوایی های شهر کابل براه انداختند. این فعالان جامعه مدنی هدف از راه اندازی این کمپاین را جلوگیری از بیماری های می گویند که خریطه های پلاستیکی می توانند و میان آرند. کمپاین نه به پلاستیک به هدف جلوگیری از افزایش آلودگی محیط زیست. برگزار کنندگان این کمپاین به مردم پیشنهاد می کنند که به عوض خریطه های پلاستیکی از خریطه های تکه‌ای و کاغذی کار بگیرند. ما این طرح مدت ها بود سرش فکر میکردیم. بعد از چالش شهر زیبا که 10 هفته انجام شد برای پاکسازی شهر، به این نتیجه رسیدیم که یک از موزل هایی که در بخش زباله بسیار آسیب میزنه محیط زیست بخش پلاستیک است و استفاده از خریطه های پلاستیکی که به صورت وسیع در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرند. در همین حال نانوایان شهر کابل نیز از این حرکت استقبال می کنند و از مردم می خواهند که پس از این از خریطه های پلاستیکی کار نگیرند. ما از این بعد از خریطه های تکایی استفاده می کنیم و این بر مفاد ما را است که ما روز 300 400 پلاستیک و اخبار می خریم. این به منفعت ماست و مردم ما را صحتمند می باشه. اگر از خریطه استفاده کنند خوبتر از نسبت به پلاستیک. پلاستیک مرضای سرطانی و دیگه امراض داره که خود اگزی خلطه اگز مام نخرن کنم مشکل نداره، خودشان در خانه از این خلطه جور کنند. بشنگان شهر کابل نیز این حرکت را ستایش می کنند. بسیار یک قدم نیکی هست که امی پلاستیک یک پدیده بسیارشون بسیار خطرناک است که اگر بگویم از هزاران هزار امراض از زیادتر تولید میکنند به شمول سرطان. من خواهش میکنم که این خریطه های پلاستیک برای خودشان برای صحت خانوادهشان بسیار مضر است، سرطان زاست. این تحقیق شده در این مورد از این خریطه ها استفاده بکنند. از یک طرف خود موجودیت خریطه های باطل در شهر که توسط باد و ایگفاد هر طرف پراگنده میشه شهر محیط زیست خراب میسازد. آگاهان میگویند که خریطه ها و ظرف های پلاستیکی می توانند 118 بیماری را انتقال دهند. ادامه خبرها را در تولو نیوز دنبال کنید. قانونگذاران در پارلمان ایالتی کشمیر امروز به خاطر ضیافت گوشت گاو درگیر شدند. در نشست امروز چند تن از قانونگذاران حزب حاکم بهاراتا جاناتا به سوی یک قانونگذار مسلمان حزب مخالف که ضیافت از گوشت گاو ترتیب داده بود هجوم بردند و وی را مورد ضربات مشت و لگد قرار دادند. در همین حال نخست وزیر هند از شهروندان این کشور میخواهد تا از دامن زدن تفرقه های دینی و مذهبی جلوگیری کنند. قانونگذاران امروز در پارلمان ایالتی کشمیر با هم درگیر شدند. این درگیری پس از آن رخ داد که یک تن از رهبران حزب مخالف بهارات یا جنتا هند در اعتراض به حکم دادگاه کشمیر زیر اداره هند که ذبح و فروش گوشت گاو را ممنوع اعلام کرده است، ضیافتی را شب چهارشنبه ترتیب داد که در آن مهمانان با گوشت گاو پذیرایی شدند. اما این کار خشم قانونگذاران آن دو را برانگیخت و با وی درگیر شدند. در همین حال قانونگذاران حزب مخالف مسلمان از موضع‌گیری خود دفاع می‌کنند و می‌گویند این ممنوعیت هرگز برای آنان پذیرفتنی نیست. دین اسلام نوشیدن الکل و خوردن گوشت خوک را حرام دانسته است. آیا ما شما را مورد لطکوب قرار بدهیم که چرا الکل می‌نوشید؟ در صورتی که ما به قواعد شما احترام داریم، شما هم باید به قواعد ما احترام بگذارید. هفته گذشته نیز یک مرد 50 ساله در پیوند به آن که خانواده ایوه گوشت گاو را صرف کرده است از سوی جمعیت خشمگین اوندوها مورد لطکوب قرار گرفت تا
آنکه جان باخت. ناتو با در نظر داشت اوضاع امنیتی کنونی افغانستان میخواهد که حضور نظامی اش را در این کشور ادامه دهد. وزیر دفاع آلمان میگوید که اگر مردم افغانستان بخواهد که ناتو پس از سال 2016 در این کشور حضور داشته باشد، به این خواست پاسخ مثبت داده می شود. افغانستان و سوریه دو موضوع مهم در اجندای نشست روز پنج شنبه وزیران دفاع ناتو در بروکسل بودند. سقوط کندوز به دست طالبان و گسترش فعالیت های حراس افغانانه در بخش های دیگر افغانستان ناتو را ناگزیر ساخته است تا بررسی اوضاع این کشور را در اولویت هایش قرار دهد. وزیران دفاع 28 کشور عضو ناتو در بروکسل از ادامه پشتیبانی نظامی و مالی به افغانستان تعهد سپردند. ما اوضاع امنیتی افغانستان را زیر نظر خواهیم داشت و مأموریت ما را در این کشور بررسی کرد. ما می خواهیم تا به گونه مشخص افغانستان را به بحث گیریم و من بسیار علاقمند هستم که توجه ما مبتنی بر تجزیه و تحلیل شرایط کنونی افغانستان خواهد بود تا چگونه می توانیم در افغانستان به پیش برویم. پس ما درباره بیرون شدن ما تصمیم نمی گیریم، بل این کار وابسته به کندوز و در کل اوضاع افغانستان خواهد بود و اگر مردم افغانستان نیاز به پشتیبانی دراز مدت من داشته باشند، ما باید بررسی کنیم که چگونه پاسخ بدهیم. دبیر کل ناتو همچنان از آنچه که افزایش فعالیت های نظامی نگران کننده روسیه در سوریه می داند هشدار می دهد. ینس ستولتنبرگ در واکنش به نقض حریم هوایی ترکیه از سوی یک جنگنده روسیه می گوید که تکرار این گونه عمل پیامدهای بد خواهد داشت. در سوریه ما گواه افزایش نگران کننده فعالیت های نظامی روسیه هستیم. ما تازه ترین تحولات مربوط در این باره را به ائتلاف نظامی مان بررسی خواهیم کرد و به ویژه نقض حریم هوایی ناتو را از سوی روسیه بررسی خواهیم کرد. روسیه 8 روز پیش به گونه نامنتظر عملیات هوایی را برای سرکوب حراس افغانان در سوریه آغاز کرد. ارتش روسیه برای نخستین بار دیروز از کشتی های جنگی اش در دریای خزر پایگاه های حراس افغانان را در سوریه نیز آماج موشک های کروز قرار داد. اما غرب با انتقاد از مسکو میگوید که روسیه کمتر داعش و شبکه القاعده را آماج قرار داده و بیش از 90% حمله های مسکو بر شورشیان میانه روی سوری انجام شده اند. کندوزیان از بدرازا کشیده شدن جنگ خسته شدند. باشندگان شهر کندوز در گفتگو با کریم امینی میخواهند تا جنگ در این شهر هر چیز زودتر پایان یابد. هنوز هم در بخش‌های از شهر کندوز جنگ ادامه دارد و به تازگی بخش‌های دیگر از شهر پس از 10 روز آزاد شدند. اینجا اوضاع اول امنیتی پلیس کندوز، خط نخست حداقل نبرد میان مخالفان مسلح یا خط فاصل میان مخالفان مسلح دولت و حکومت. از اینی ایستگاهی که نیروهای حکومتی ایجاد کردن به او طرف گذشتن ممکن نیست و او طرف منطقه سیدرک و روستای زاخل هست که در اونجا مخالفان مسلح هنوز هم حضور دارند. شاید اوضاع اول امنیتی پلیس در اینجا و او طرف اوضاع سوم امنیتی پلیس که مخالفان پشت اوضاع در 300 فامیلی حضور دارند، دو تا خط نزدیک به داخل یا مرکز شهر کندوز است که هنوز هم میتونه یک تهدید جدی باشه برای مرکز یا حداقل درون شهر کندوز. مخالفان در هم در 300 فامیلی و همین طرف در سیدرک و زاخل حضور دارند و نیروها نتوانستن هنوز که از اینجا بگذرن، او طرف برن سیدرک و زاخل را پاکسازی بکنن و او طرف هم بگذرن برن وارد 300 فامیلی شوند و اونجا را پاکسازی بکنن. اما خطهای دیگر نبرد از درون شهر اندک بیرون رفته، در از شهر جنگ بیرون کشیده شده و نیروهای حکومتی تلاش دارند که مخالفان از دوروبر شهر به گونه کامل دور بسازن و نبرد از درون شهر بکشن به بیرون شهر. چرا نمیرن اونم جا پاکسازی شو؟ نمیدونم چی تاخیر. یعنی در بدری انمی وطن و مردم و ان ملت دیگه چیزی نیست. اول دونمو جا موتور را استارت میکنن، تلاشی میکنن. کل کار 5 دقیقه گپ است ولی 11 روز شده نرفتین شما اونجا. کمانده نشد از بالا. اوضاع اول امنیتی پلیس کندوز یکی از نهادهای دولتی است که از سوی مخالفان مسلح دولت به آتش کشیده شد. مخالفان پس از اینکه اینجا را سقوط دادن وارد این حوزه شدند،
دیده میشه که ساختمان این نهاده و همچنان اتاقها و دفترهای حوزه اول امنیتی پلیس کندوز با آتش کشیدن و در اینجا هیچ چیزی سالم نیست و هر چیزی که بوده به خاکستر تبدیل شده. کندوز و کندوزیان امروز نفس تازه گرفتند. جاده های کندوز امروز آبرانی دارد و شهر دارد آرام آرام جنب و جوش گذشتهش را به خود میگیرد. اما هنوز تهدید در بیغ گوش هاست، کوچه پس کوچه های کندوز، تهدیدی که مردمان کندوز را هم سخت نگران ساخته است. یگانه خواست مردم کندوز است که این تهدید هم از میان برداشته شود، همزمان با دور رفتن جنگ از مرکز شهر کندوز، کاری که با اجرای عملیات های خانه به خانه به میان خواهد آمد. انتظار دیگر مردم کندوز است که نیروهای دولتی باید هر چه زودتر امنیت پایدار را در این شهر به میان آورند. انتظاری که خیلی بالا هم نیست. بر بنیاد آمارها، آمار یا شمار نیروهای دولتی در مقایسه با مخالفان مسلح دولت که اینجا در کندوز می جنگند چند برابر است. اما این کار یک مدیریت نیرومند و یک هماهنگی بسیار خوب و قوی نیاز دارد. ما از دولت تقاضا داریم و گله هم داریم. روزانه میان و سر چوک و شوک میشه، شوک اعلام میکنن میرن و هر جایی که میرن و جای نامعلوم من نمیتونم کجا میرن. یا دیگه طالب شو از طرف شو طالب شو را میگیره و از طرف روز دولتی ها میان. عملیات قوی دهی ضرور است که بوتو پشت در پشت دیگه برو عملیات کنه. این مردم رقمی هم روز هم مردم نگران است از جنگ، از حالت حالت اضطراری است. عملیات عمومی سر شوه و این چهار تانک عملیات نمیشه و چهار تانک عملیات کنه پیاده را پیش کنه خانه به خانه خانه به خانه خط به خط که پاکسازی شوه. اقلا خط دمی قبلای خطای قبلی خوب رسن. اکنون که ابتکار عمل به دست نیروهای دولتی است، دیده شود که این نیروها و رهبری نیروهای دولتی آتش نبرد را در کندوز چه زمانی خاموش خواهند کرد و آیا کندوز و کندوزیان به این زودی ها گواه امنیت همیشگی خواهند بود یا خیر؟ کریم امینی، تولو نیوز، کندوز. پزشکان بیمرد خواهان بررسی حمله بر شفاخانه پزشکان بیمرد در ولایت کندوز از سوی کمیسیون مستقل جهانی بر بنیاد کنوانسیون ژنو شده است. این سازمان حمله بر شفاخانه پزشکان بیمرد در کندوز را عمدی می‌داند و می‌گوید که روشن شدن علت و انگیزه اصلی حمله بر این شفاخانه کار یک کمیسیون مستقل جهانی است. این نهاد وجود زخمیان طالب را در این شفاخانه رد نمی‌کند، اما می‌گوید که در این شفاخانه افراد مسلح وجود نداشتند. حمله بر شفاخانه پزشکان بیمرز در کندوز پای مسئولان این سازمان را به کابل کشانیده است. سازمان پزشکان بیمرز خواهان روشن شدن چگونگی علت و انگیزه اصلی حمله هوایی بر شفاخانه پزشکان بدون مرز در کندوز از سوی کمیسیون جهانی شده است. مسئولان این نهاد در نشستی در کابل می‌خواهند تا این رویداد از سوی کمیسیون ویژه بر بنیاد میثاق ژنو بررسی شود و این کمیسیون را تنها مرجع حقیقت‌یاب می‌دانند. ما درباره موقعیت شفاخانه با تمام طرف‌های درگیر اطلاع داده بودیم، اما این حمله صورت گرفت. ما نشست‌های با رهبران کلیدی حکومت افغانستان خواهیم داشت تا به بررسی حمله کندوز درست رسیدگی شود، زیرا این حمله فعالیت های نهادهای مدد رسان را با خطر روبرو ساخته است. ما از حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا می خواهیم تا بررسی این رویداد را از سوی یک کمیسیون مستقل بپذیرند. این نهاد وجود زخمیان طالب را در شفاخانه پزشکان بیمرز در کندوز رد نمی کند، اما میگویند که هنگام این حمله هراس افغانان در این شفاخانه نبودند. نگهداری از نهادهای بهداشتی یک واقعیت انکارناپذیر است. ما در بخش‌های جنگی گواه فعالیت‌های تمام گروه‌های درگیر بودیم و از همین رو زخمیان هر دو طرف یعنی طالبان و حکومت را درمان می‌کردیم. این نهاد هشدار می‌دهد که ارگاه به یک کمیسیون جهانی برای بررسی حمله به شفاخانه پزشکان بیمرز در کندوز اجازه داده نشود، این کار نقض آشکار قوانین بشری خواهد بود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه پزشکان بیمرز در کندوز پوزش خواسته است.
رئیس جمهور اوباما با پزشک جوان لیور، رئیس پزشکان بیمارس، با تلفن گفتگو کرد و از بهر کشته و زخمی شدن کارمندان این سازمان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی پوزش خواست. حمله‌ای که به گونه اشتباه در شهر کندز انجام شد. رئیس جمهور به دکتر لیو اطمینان داد که وزارت دفاع ایالات متحده هم‌اکنون سرگرم بررسی این حمله است و این بررسی به گونه کامل و شفاف انجام خواهد شد تا واقعیت‌ها برجسته شوند. در حال حاضر وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا، پنتاگون و نیز حکومت افغانستان سرگرم بررسی چگونگی این حمله هستند، اما سازمان پزشکان بی‌مرز این بررسی ها را بسنده نمی دانند. هنگام سقوط کندز در حمله جنگنده های آمریکایی بر شفاخانه پزشکان بی‌مرز در کندز 22 تن به شمول 12 پزشک و 10 زخمی کشته شدند و 37 تن دیگر زخم برداشتند. در بخش های شهر کندز اوضاع آهسته آهسته به حالت عادی برمیگردد و شمار از باشندگان بیجا شده این شهر اکنون به خانه هایشان برمیگردند. شمار از این بیجا شده ها از نیروهای امنیتی ستایش میکنند، اما خواهان تامین امنیت پایدار در این ولایت هستند. با گام های لرزانش میکوشد تا چون خورشید فردا را دوباره برخیزد و به زندگیش با آینده روشن ادامه دهد. میراجان 74 ساله تنها نانآور یک خانواده 4 نفری در شهر کندز است که روزهای اخیر را چون صدها خانواده دیگر با دشواری ها سپری کردند. شاید دیگر زمانی نیست که این پیرمرد کار کند و برای رسیدگی به نیازهای بستگانش بکوشد. اما دغدغه های او چیزهای دیگری هستند. عجلا خواهد آرام نمیخواهیم. هیچ میخواهیم. آرام نمیخواهیم. کار قدیم میکنم چیار آرامین میخوایم کنم چیار میتر کنم ایچ من نمیترم که آرامین خدا میترم که آرامین شواد. باشندگان کندز حالا میروند تا دوباره در فضای بدور از خشونت نفس بکشند. یک نور این تقریبا در چل پا پینجا را پرسیدن دیگه بیچارگی و بدبختی بیخی دیگه بیخی جا شده. خانواده هستی جا یا رفتن هستن؟ خانواده تیتی پرک هست. نیمیش یک جا هست، نیمی دیگه جا هست. نیمه تو باز چی کردین دیگه؟ چند روز مشکلات کنشتو شد چی؟ مشکلات هم یک جای میرفتیم، یک جای هست. هم یک جای دیگه میرفتیم. هر کس رویاهایی در سر دارد. مثل این کودک که رویدادهای اخیر در چهار رای مرکزی شهر او را به این باور رسانیده است که باید پرچم پیروزی را چنین افراشته نگه داشت. حضور زنان و کودکان در شهر آنم در پایان روز می رساند که اوضاع امنیتی رفته رفته در کندز رو به دیگرگون شدن است. باز ما آمده بودم به انبار بود. روز اول ماست. در خواهر را بلیده چند روز زیاد؟ بله. بسیار امنیت است فضل خدا. امروز بیادر خند بیخی همی 80% خود خدا می خون در اگاه مردم بیادر جریان داره. بیخی دیگه اعتماد زندگی نبود بیادر خند که دیشان کس زندگی کده بتانه یا نتانه بشکل بدلن. در اوج تدابیر امنیتی در شهر، کسانی که کندز را ترک کرده بودند و اکنون میخواهند به خانه هایشان برگردند، بعد اینسان از نظامیان استقبال میکنند. هر چقدر مشکلات، زحمت، تکالیفی که در جریان وظیفه آدم متقبل شود، باز بیایی امنیتی که بیایی، باز خوشی مردم که ببینی، باز یک احساس بسیار خوش میداشته باش آدم. چیزی که بیشتر به نیروهای دولتی روحی می بخشد. آنان را در کار پاکسازی هر چیز زودتر کندز از تهدیدها یاری می رساند. ما گشت گذار داشتیم، گزمه سیار داشتیم، دیدن که این مردم ها بسیار نرمال. اینجا به مردم شریف افغانستان اطمینان می دیم که ما کماندوها باشیم، در هر جا سربلند هستیم، نمی خواهیم که دشمن افغانستان اینجا خرابی کنه. از این خاک ما دفاع میکنیم. این تنها بخشی از کار است. هنوز خیلی از ماجرا مانده و برای از این باید نیروهای ارتش خانه به خانه شهر کندز بررسی کنند. این چیزی است که آگاهان بر او تاکید میورزند و به این باور هستند که دیگر باید به این بازی موش و گربه پایان داده شود. تمیم حمید، طلوع نیوز، شهر کندز. در نتیجه حمله هراس افغانان بر رستوران کلبه صلح در شهر کابل دو تن جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند. فرمانده پلیس کابل میگوید که دو انتحار کننده که قصد انجام حمله بر رستوران کلبه صلح در غرب شهر کابل را داشتند از پا در آمدند. اما در نتیجه شلیک نخستین انتحار کننده ها یک نگهبان رستوران و یک مهمان کشته شدند و سه تن دیگرشان زخمی شدند.
خوشبختانه که اردوی از یا از بین رفتن. این شما اجسادشان میبینین که افتیدن که به این اعمال خصمانیشان اینا نرسیدن که از یک فاجعه کلان جلوگیری شد. ولی متاسفانه در حین ای که اول یا میاین و فیر شروع میکنن، دو نفر از هموطنهای ما که یکی از کارکنهای هتل بودن و یکی هم میمان بودن شهید شده و سه نفر هم زخمی هستند، جراحت برداشتند. شمار از کودکان در ولایت هرات یک جشنواره سرکس برگزار کردند. در این جشنواره ده ها کودک به نمایش های خیابانی سرکس پرداختند. برگزار کنندگان این برنامه میگویند که این جشنواره به هدف کاهش خشونت در برابر کودکان برگزار شده است. این کودکان گرده هم آمدند تا با نمایش های سرکس برای کودکان خیابانی دادخواهی کنند. مسئولان نهاد تعلیمی کودکان افغانستان که این جشنواره نمایش های سرکس را برگزار کردند میگویند که در این برنامه تلاش خواهد شد دیدگاه نهادهای کمک کننده و حکومت را بر وضعیت کودکان بی سرپرست و خیابانی جلب کنند تا به این کودکان دادخواهی شود. امروز نمایشات خیابانی به منظور ای که خشونت علیه اطفال کاهش بیابه و همچنین دادخواهی بشه برای او اطفال که در سرک ها مصروف کار هستن و همچنین اطفال که مصروف کار شاقه هستن و شمار دیگر از اطفال که اینا توسط زورمنده ولی از اینا ظلم صورت بگیره و خشونت صورت میگیره، امروز نمایشات خیابانی سرکس را اندازی کردیم. در همین حال این کودکان از برگزاری این جشنواره استقبال میکنند و میگویند که این نمایش ها تلاش برای جلوگیری از خشونت بر علیه کودکان خواهند شد. امیدوارم ما این نمایش کار میکنیم بتوانیم از طریق این نمایش خشونت بالای اطفال کم بسازیم و ما اطفال آرزو داریم که دیگه شاهد از این نباشیم که اطفال در سرکا و خیابان ها کار کنن، مشغول کار شاقه باشم. از رای که می آمادیم کلان تمام مردم جمع شده بودن و نگاه میکردم تمام تشویق میکردن تا ای که ما بتونیم گره لپان برابان همگی جاری سازیم. این جشنواره سه روز ادامه دارد و بیش از 100 کودک از شهر و ولسوالی های هرات و همچنان شمار از کودکانی که در کمپ های بیجا شدگان داخلی زندگی می کنند شرکت دارند. اتحادیه پست فروشان ولایت بلخ از رکود بازارهای فروش پست در این ولایت خبر می دهند. مسئولان این اتحادیه می گویند که نبود کارخانه های معیاری پروسس پست در ولایت بلخ یکی از علت های رکود کاروبار پست در این ولایت است. این در حالی است که گفته می شود در حال حاضر بهای یک پست گوسفند در ولایت بلخ 100 افغانی است، در حالی که چند ماه پیش یک پست گوسفند تا 250 افغانی در بازارهای این ولایت فروخته می شود. اینجا یکی از مکانهای خرید و فروش پوست گوسفند، باز و گاو در شهر مزار شریف است، جایی که هزاران پوست مباشی در آن به گونه غیر معیاری نگهداری می شود. از این پوست ها در ساخت لباس های گوناگون، دستکش و دستکاول استفاده می شود. چند ماه پیش کاروبار در این بازار بسیار رونق داشت، اما اکنون شماره از فروشندگان پوست از کاهش بیش از 50% بهای پوست و کاهش خرید و فروش آن در این بازارها خبر می‌دهند. این فروشندگان با ابراز نگرانی از نبود کاروبار می‌گویند که سرمایه هایشان راکت مانده است و در حال حاضر به علت نبود جای نگه داشت این پوست ها را با زیان می‌فروشند. هیچ پوست دیگه ارزش خرید نداره، کل جلاب آقا تو پریشان است. کاش در افغانستان یک دو فامریکا جور شد که چند بابا در خودم پوست افغانستان را خودم افغانستان حل کنم، یک مسلمان غریبی بیتونم. اتحادیه پوست فروشان در بلخ میگویند که تمام این پوست ها به پاکستان با بهای اندک صادر می شود و در آنجا پس از پروسس و بسته‌بندی معیاری با بهای بلند به بازارهای جهانی صادر می شود. امروز ما پوست خود در پاکستان برده میتیم به نسیه، اگر در رو پر ارزش یک مانی ما 100 رو پس اونم رو در 80 یا 70 رو پر یک پیسی ناچیز از پیش ما میگیره، خود از ما فروش میکنه با قیمت های بسیار گزاف که به یورو دلار بازی ها فروش میکنه در کمپانی های خارج. رئیس اتحادیه پوست فروشان در بلخ میگوید که اگر دولت برای ساخت کارخانه های پروسس پوست در این ولایت سرمایه گذاری کند، از یک سو وضعیت اقتصادی مردم بهبود مییابد و از سوی دیگر برای صدها تن از شهروندان کشور زمینه های کار فراهم خواهند شد. وزارت زراعت و آبیاری از افزایش حاصلات انگور در ولایت‌های شمالی و غربی کشور خبر می‌دهند. مسئولان این وزارت می‌گویند که نسبت به سال‌های گذشته حاصلات باغی به ویژه انگور در ولایت‌های شمالی و غربی کشور به گونه چشمگیری افزایش یافته است. آنها می‌گویند که امسال باغداران درآمدهای لازم از حاصلات انگور در این ولایت‌ها خواهند داشت.
مسئولان وزارت زراعت و آبیاری از افزایش حاصلات انگور در کشور سخن میگوید. با گفته سخنگوی این وزارت با در نظر داشت افزایش حاصلات انگور امسال در کشور میگوید که تلاش می شود زمینه های بازاریابی بهتر برای این فراورده ها نیز فراهم شود. انگور محصولات خوب دارد در بخصوص ولایت هرات که از مرز 120 هزار تن گذشت و در شمال کابل و در ولایت سرپل و جوزجان هم حاصلات بسیار خوب داره. میوه‌جات، خپل سبزیجات، دا کوم خود رو مون ډیر زرد دام سرګاوند مشکلات نو خلاص یو. خو که چیرته دا کارونه شي مون بر ټول عمر د بل چا ته اختیار نو خبره ده چې افغانستان حکومت باید دغه زراعت ته توجه وکړي. با گفته مسئولان وزارت زراعت و آبیاری سال گذشته 120 هزار تن انگور حاصل برداری شده بود و آنان میگویند که امسال احتمال دارد که این رقم به چند برابر افزایش یابد. وزارت معادن و پترولیم از ایجاد یک چهارچوب قانونی برای استخراج معادن کوچک و میانه در کشور خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت میگویند که برای نظارت جدی از معادن کوچک و میانه و جلوگیری از استخراج غیر قانونی و قاچاق سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها در کشور چهارچوب قانونی برای استخراج این معادن ساخته شده است. در همین حال آگاهان امور اقتصاد میگویند که اگر حکومت بتواند معادن کوچک را درست مدیریت کند، این معادن میتوانند منابع بزرگ درآمد ملی باشند. مقرره ارائه خدمات سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها، آغاز داوطلبی معدنهای کوچک و میانه، راهبرد سمنت و طرح امنیتی معدنهای کشور مشمول چارچوب قانونی استخراج معدنهای کشور است که به تازگی از سوی وزارت معادن برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی و قاچاق معدنهای کوچک و میانه ساخته شده است. طرح امنیتی که مشخص کننده تمام نقاط استخراجی ماست به نیروهای امنیتی فرستاده شده. دومین بخش این است که ما در کنار تیم‌های ولایتی خود تیم نظارتی مرکزی را هم ساختیم که به شکل مقطعی به تمام معادن افغانستان جایی که استخراج صورت میگیره میروند. و سوم این که برنامه ارتقای ظرفیت در سطح تمام ولایت های افغانستان برای تمامی کارمندان بخش نظارت ما دایر گردید که هدف از او برنامه شیوه های جدید نظارت بر منابع منرالی بخصوص در قسمت جمع‌آوری عواید بوده. این در حالی است که شماری از اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی با در نظر داشت نبود مدیریت سالم از معدنهای کوچک و میانه، نبود برنامه های معیاری برای استخراج این معدنها و نبود استخراج فنی را از علتهای افزایش استخراج غیرقانونی و قاچاق سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها در کشور می دانند. آنان می گویند که اگر این منابع به گونه لازم مدیریت شود، حکومت سالانه یک درآمد هنگفتی را از این را به دست خواهد آورد. وزارت مشکل داشته، ظرفیت پایین در قراردادها، در عقد قراردادها، ظرفیت پایین در کنترل تعهدات کمپانی، ظرفیت پایین در کنترل مرزها باعث شده که کمپانی ها وقتی قرارداد را گرفتن یا اونایی که قرارداد غیر قانونی استخراج غیر قانونی داشتن، اینها بتونن فرض بکنین مقدار زیادی از مواد معدنی را بدون اینکه و عوایدش به حکومت برسه استخراج بکنن. این در حال است که گفته می شود در حال حاضر شماری از افراد با استفاده سو از نبود نظارت حکومت و وجود پیمانهای ناقص در این بخش معدنهای سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها را به گونه غیر فنی استخراج و از این طریق میلیونها افغانی را به جیب می زنند. در حالی که گفته می شود استخراج غیرقانونی و غیر فنی گذشته از زیانمند ساختن معدنهای کشور سبب حیف و میل درآمدهای ملی می شود. شماره از اعضای جامعه مدنی و دانشجویان در گردهمایی اعلام کردند که از حکومت وحدت ملی امیدشان را بریدند. این اعضای جامعه مدنی و دانشجویان در گردهمایی اعتراض‌آمیز در نمایش ایجاد حکومت وحدت ملی را تمثیل کردند و این حکومت را یک حکومت ناکام میگویند. اعتراض کنندگان میگویند که با برگزاری نمایش میخواهند فاتحه حکومت وحدت ملی را بخوانند. حال از جناب محترم جانکیری تقاضا میکنیم به حکومت وحدت ملی رو تفاهم نامیش امضا بکنند. برخ از این اعتراضات کنندگان نقاب هایی را که در آن اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم نوشته شده است دیدند. این آقا هم جانکری وزیر خارجه آمریکاست که حکومت وحدت ملی را با بریدن یکه که در حقیقت قدرت است که به هر دو تیم میرسد این حکومت را ایجاد میکند. شماری از اعضای جامعه مدنی با برگزاری این نمایش از یک سالگی حکومت وحدت ملی انتقاد میکنند.
شد. در زمان الف تالیف خود وعده های تمطراقانه را به مردم افغانستان سپردند که امروز دقیق یک سال میگذره و برعکس از او وعده های خود برای ما عمل انجام دادن. فاریاب را به گدام زراعتی مبدل میسازیم، کندز را محور ترانزیت بین المللی میسازیم و به دسترخان مردم تغییر میآوریم. یا برخی از شعارهای دو رهبر حکومت وحدت ملی هستند که در هنگام پیکارهای انتخاباتی به مردم وعده داده بودند که به این وعده هایشان بعد از اینکه حکومت ایجاد شد جامعه عمل می پوشانند. اما این نهادهای جامعه مدنی با نوشتن این شعارها بر روی یخها و گذاشتن از این بافتاب می خواهند به این حکومت در برابر حکومت اعتراض بکنند و بگویند که شما به هیچ کدام از این وعده هایتان جامعه عمل نپوشانده اید. توقعی ما از حکومت وحدت ملی قطع شده و به او خاطر امروز ما فاتحه حکومت وحدت ملی را خواندیم که یعنی حکومت وحدت ملی یک حکومت ناکارا، بی‌کفایت، خائن و حکومت وحدت ملی یک حکومت دست نشانده است. وعده هایی که بر جوانان داده بود، فقر و بیکاری و همه چیزهایی که داده بود برعکس صورت گرفته و ما خواستیم که از این وعده هایی که داده بود باید جامعه عمل پوشه عمل کنه. اعتراضات کنندگان میگویند که با ایجاد این حکومت بیکاری افزایش یافته است، اقتصاد مردم بسیار خراب شده است و ناامنی ها هم به شدت افزایش یافتند و این حکومت در یک سال نخست کارش ناکام بوده است. رئیس سارنولی استیناف ولایت جوزجان از سوی رئیس شورای ولایتی این ولایت لتوکوب شده است. رئیس سارنولی استیناف جوزجان مدعی است که چون خواستهای غیر قانونی رئیس شورای ولایتی جوزجان را نپذیرفته است و همین خاطر از سوی او لتوکوب شده است. در همین حال کارمندان سارنولی ولایت جوزجان دروازه این اداره را مهرلاک کردند و میگویند تا هنگامی که عاملان تعرض بر دادستانی مجازات نشوند دروازه این اداره باز نمی‌شود. این گزارش پخش میشه. خبرهای ساعت 10 هم به پایان میرسه. از توجهتان سپاس. شبتان خوش. دروازه بسته دادستانی استیناف ولایت جوزجان. اینان هم دادستانان معترض هستند که دروازه این اداره را بستند و میگویند تا زمانی که عدالت در مورد آنها عملی نشده است این دروازه را باز نمی کنند. میگویند رئیس شورای ولایتی جوزجان با مردان تفنگدار وارد این اداره شدند و رئیس دادستانی استیناف جوزجان را لتوکوب کردند و تا زمانی که هیئت حقیقت‌یاب از مرکز برای بررسی این مشکل نیایند دروازه این اداره را باز نمی کنند. رئیس شورای ولایتی با یک تعداد از وکلای شورای ولایتی و افراد مسلح بالای رئیس صاحب سارنولی استیناف دفتر کارش تعرض نمودند که ما این کار را ما تا زمان اعتراض خود ادامه میتیم و دروازه سارنولی میبندیم تا زمانی که قضیه به صورت جدیش رسیدگی نشه و تا اینکه آیت حقیقتیاب از مرکز حضور پیدا نکنه ما در سارنولی رو بسته و اجراعات ما متوقف میباشه. شماره از فعالان نهادهای مدنی در جوزجان نیز لتوکوب رئیس دادستانی استیناف جوزجان را عمل نابخشودنی میدانند و خواهان مجازات عاملان این رویداد هستند. ما منایس یکی از فعالین جامعه مدنی و مسئول جامعه مدنی از یک حقوق شهروند حمایت میکنم و یکی از وظایف ما دادخواهی به خاطر رسیدگی به حق و عدالت است. رئیس دادستانی استیناف جوزجان میگوید که خواستهای فراقانونی رئیس شورای ولایتی جوزجان را نپذیرفته است و همین خاطر او را مورد لتوکوب قرار داده است. عریضه بودم در موضوع مجرمین باید مجرم قاتل باید رخصت داده شود، مجرمین خطرناک باید رها شود. در دوسیه اختلاس یا مداخله داشتن، در دوسیه که یا بندی هایی که در محبس بندی هستن و میگفتی یا باید رها شود، در موضوعات خشونت علی زن یا واسطه بودن که حقوق زنها پایمال شود. تولونیوس تلاش کرد تا دیدگاه رئیس شورای ولایتی جوزجان را نیز در پیوند به این رویداد داشته باشد اما وی حاضر به گفتگو نگردید. خبرنگار تولونیوس به مقام ولایت جوزجان نیز رفت اما والی و معاون او برای گفتگو در این مورد حاضر نشدند و گفتند که در تلاش حل این مشکل هستند.